ملت ایران، قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس می کنم. من از شما خواسته بودم که درباره مسائل مشخصی که با سرنوشت این کشور ارتباط حیاتی و مستقیم دارد، نظر خود را به صورتی صریح و قاطع ابراز دارید و شما با رأی خیش نشان دادید که مفهوم این تصویب ملی و اهمیت آن را با کمال خوبی دریافته اید. همین حسن تشخیص شماست که ایمان و اعتماد مرا نسبت به آینده این مملکت از هر وقت دیگر استوارتر و تزلزل ناپذیرتر می سازد. ملت عزیز من، از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زده ایم. این تاریخ پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاک دل این سرزمین نوشته شده است، ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق بر اساس عدالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نو درآید. ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند. مملکتی خواهیم ساخت که کشور آزادگان و سرزمین آزاد مردان و آزاد زنان باشد و در آن نبوغ ایرانی بتواند در محیطی بارور و منزه و دور از فساد، قدرت و خلاقیت جاودانی خیش را که راز بقای این ملک و ملت است، بهتر و بیشتر از هر وقت دیگر جلوه‌گر سازد، زیرا اکنون دیگر زنجیرهای اسارت گسسته شده و 75% از جمعیت این مملکت که پیش از این در قید به سر می بردند از نعمت آزادی برخوردار شده اند. این عده و سایر افراد ملت خواهند توانست در انتخابات آینده برای نخستین بار با احساس آزادی رأی دهند و در تعیین سرنوشت خیش با اختیار کامل شرکت جویند. شک نیست که در آینده مرد و زن ایرانی با استفاده از شرایط جدید اجتماعی دوشادوش یکدیگر برای ساختن ایران نوین آباد و مترقی خواهند کوشید. این تحول اجتماعی و ملی که امروز در ایران روی داده است، در واقع انقلاب بزرگی است که هم قانونی و هم مقدس است. قانونی است برای اینکه شاه شما که حق وضع قانون را دارد، تصویب آن را از شما خواست و شما یعنی ملت ایران که به موجب قانون اساسی قوای مملکت ناشی از اراده و خواست شماست، این انقلاب قانونی و ملی را تصویب کردید و با رأی قاطع و شکننده خود بران صحه نهادید و بدین ترتیب تحولی بس عظیم انجام گرفت، بی آنکه خونی از دماغ کسی جاری شود و یا کمترین تزلزلی در اساس کهن ملی ما که به عکس صد چندان قائمتر و استوارتر بر جای مانده است پدید آید. از جانب دیگر این انقلاب انقلابی مقدس است برای اینکه هم اساس و روح تعلیمات عالیه اسلامی یعنی عدالت و انصاف و هم مترقی ترین اصول و آرزوهای اجتماع متمدن امروزی در پیشنهادها و لوایحی که اساس این تحول بوده ملحوظ گردیده است. معهذا من به عنوان پادشاه شما و مسئول سرنوشت این کشور تذکر این حقیقت را لازم می دانم که من و شما در عین اینکه نائل به بزرگترین افتخارات فردی و ملی شده ایم، نباید آنی مغرور شویم و چنین پنداریم که وظیفه و کار ما به پایان رسیده است، بلکه لازم است بیش از هر موقع دیگر با روحیه‌ای نیرومند و عزمی استوار و با کوشش و تلاشی بیش از گذشته به کار خلاقه بپردازیم تا هر فردی از هر طبقه که باشد بتواند مطابق قوانین مصوبه در حدود کار و سرمایه خود
و با انجام وظیفه خیش بیشتر و بهتر به ایران آینده خدمت کند و به همان نسبت نیز از مواهب و امکانات مملکت خود بهره‌مند گردد. برای امکان پیشرفت بیشتر در امور کشاورزی ما باید در برنامه آبادانی 5 ساله سوم خودمان درباره سرمایه گذاری بیشتری در دهات و روستاهای ایران تجدید نظر بکنیم و امیدوارم که مردم ایران نیز به سرمایه گذاری در صنایع کشور توجه زیادتری نمایند. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم و من یقین دارم که همه شما با رشد و پختگی اجتماعی که از خود نشان داده اید و با روح ملیت عمیق و استواری که در نهاد یکایک از افراد این مملکت نهفته است، به خاطر سعادت خود و نسل‌های آتیه بدین ندای من عملاً پاسخ مثبت خواهید داد. به سوی آینده‌ای که ایران و ایرانی را به اوج عظمت و سعادت خواهد رسانید، خدای ایران همواره پشت و پناه شما باد.